اگر هفته نامه گذشته رو تا انتها نگاه کرده باشین خاطرتون هست که در انتهاش یک سوال ازتون پرسیدم و قول دادم که به قید قره به یکی از دوستانی که پاسخ میدن در کامنت ها هدیه این آقا تقدیم کنم سوال چی بود؟ سوال این بود که چرا در روز بعد از هوینگ بیت کوین که قرار بود مقدار تولید بیت کوین به ازای هر بلاک نصف بشه از 6.25 بشه 3.125 چرا در روز بعد از این اتفاق مقدار تولید بیت کوین های جدید زیاد شد به جای اینکه کم بشه با وجود اینکه تعداد بیت کوین هایی که در هر بلاک به دنیا میان کاهش پیدا کرده اما سرعت تولید بلاک ها افزایش پیدا کرد شاید شنیده باشین که آقا مگه بلاک های بیت کوین هر ده دقیقه یک بار تولید نمیشن اما این جمله خیلی دقیق نیستش به طور متوسط هر ده دقیقه یک بار تولید میشن چطور تضمین شده که هر ده دقیقه یک بار تولید میشن هر دو هفته یک آپدیت صورت میگیره نگاه میکنیم به همه بلاک هایی که در دو هفته اخیر به وجود اومدن و میبینیم که چقدر طول کشیده و اگر زیاد بوده سریعتر از ده دقیقه بوده سختی شبکه سلاح افزایش پیدا میکنه و اگر کمتر بوده سختی شبکه کاهش پیدا میکنه و چون هر دو هفته یک بار این تنظیم سختی شبکه انجام میشه لزوما اینجوری نیستش که همیشه ده دقیقه باشه پس به خاطر اینکه در حین هوین در مخصوصا چند تا بلاک این ور اونور مقدار خیلی زیادی تراکنش داشتیم تراکنش با کارمزد خیلی بالا ماینر های زیادی به این نتیجه رسیدن که اقتصادی هست و به صرفه هست براشون که بیان و ماینرهاشون رو روشن بکنن و هش شبکه به طور کل افزایش پیدا کرد این افزایش هش شبکه باعث شد که چون هنوز سختی شبکه تغییر نکرده بود بتونن ماینرها در کمتر از ده دقیقه به طور متوسط بلاک های جدید تولید بکنن و انقدر بیشتر تونستن بلاک تولید بکنن که حتی تولید بیت کوین ها با وجود نصف شدن بیت کوین های جدید در مجموع در طی یک روز بیشتر از روز قبلش بود ممنون از دوستانی که پاسخ دادند. از بین دوستانی که پاسخ داده بودند با قرعه کشی که انجام شد آقای حسین شهرابی 13-23 کامنتی که گذاشته بودن به عنوان برنده انتخاب شدم امیدوارم که مبارکتون باشه حتما حتما به من ایمیل بزنیم براتون جزئیات رو ریپلای میکنن بسیار عالی بریم سراغ هفته نامه از هفته گذشته شروع میکنیم از روز سهشنبه خبرهایی که خیلی تو چشم میزنن رو با هم بررسی خواهیم کرد یکی پی بود که از آمریکا اعلام شد انتظارات برای پی هم سرویسز و هم منیفکشنگ 52 بود یعنی کمی بیشتر از متعادل اما در منیفکشنگ 49 و یعنی کمتر از 50 اعلام شد و در سرویس از 50 و 9 دهم. که دوباره نشانه دیگه ای از این هستش که آمریکا هنوز وقت داره که بخواد نرخ بهره رو بالا نگه داره یک نشانه دیگه هم در آخر هفته دیدیم که به زودی بهش میرسیم از استرالیا CPI اعلام شد نرخ تورم اعلام شد روی یک درصد تورم کوارتر پر کوارتر تورم سه اعلام شد که یک درصد بود پیش بینی ها 8 درصد بود و و سه قبلی 6 دهم درصد و خلاصه این افزایش رو هنوز داریم میبینیم نشون میده که استرالیا هنوز نیاز داره که به سختگیریش از لحاظ مالی ادامه بده اما بیایم پایین تر در رو روز پنجشنبه از ژاپن نرخ بهره رو برای ین دیدیم که کماکان تغییر نکرد نسبت به ماه گذشته با وجود اینکه بسیار بسیار ین تحت فشار هستش داره ارزشش رو نسبت به دلار از دست میده همین الان که داریم صحبت میکنیم حتی نسبت برابریش به دلار به 160 به یک رسید و خب متاسفانه نتونستن این یعنی کاری که بانک انجام دادیم بود که نرخ بهره رو ثابت نگه داشت حتی افزایش نداد بیشتر و خب این نگه داشتن حتی اوضاع رو بدتر کرد اینکه چه برنامه‌ای در سر دارن هنوز معلوم نیستش بیشتر که دیو بشه بیشتر میتونیم راجبش صحبت بکنیم اما ضعف ین نسبت به سایر ارزها کماکان ادامه داره اما بریم سراغ روز جمعه که شاید مهمترین روز بود و کور پی سی ایندکس اعلام شد پی سی یک شاخص تورمی دیگه هستش مثل سی پی ولی فد خیلی توجه بیشتری داره به پی سی ای بخواد. اینکه خیلی بهتر نشون میده اون استفاده واقعی مردم از اقتصاد رو و چیزی که اعلام شد 3 درصد بود این انتظارات 3 درصد و این ماه گذشته 3 درصد بود و این خب یک دلیل دیگری برای فد بود که خب پس هنوز تورم واقعا مهار نشده و جا برای بالا نگه داشتن نرخ بهره هنوز هستش اینها همه دست به دست هم دادن که برای هفته پیش رو که ما تا دو روز دیگه از زمان وقتی این ویدیو دو روز از زمان ضبط این ویدیو دو روز دیگه ما تعیین نرخ بهره رو داریم در روز یک می سال 2024 و من برای اولین بار در ابزار فدواش دارم عدد 100 درصد رو میبینم کل بازار مطمئن هستش که ما تغییر نرخ بهره نخواهیم داشت در جلسه پیش رو و حتی در جلسه آینده هم اگر نگاه کنیم بیش از 88 درصد پیش بینی میکنن که افزایش نرخ بهره نخواهیم داشت و این بعدی در دوازده جون هستش یعنی بوده یک ماه و خورده ای هنوز باهاش فاصله داریم بسیار عالی خب پس دیگه چه خبرهایی داریم از هفته پیش رو بخوایم به ترتیب شروع بکنیم از نیوزیلند روز سهشنبه نرخ بیکاری رو داریم میتونیم ببینیم که نرخ بیکاری در نیوزیلند رو به چی هستش رو به افزایش هستش و این همون چیزی هستش که فد از یک طرف نگرانش هستش که نرخ بالا باعث افزایش نرخ بیکاری و ایجاد رکود و یا حتی استگفلیشن بشه که خب داریم می بینیم توی در واقع نیوزیلند تا حدی دیده شده و حتی انتظار میره که این ماه نرخ بیکاری حتی 4 و درصد باشه بیش از 4 درصدی که ماه گذشته بود و اگه موضوع رو ببینیم میگم دوباره میتونه یک یوز کیسی باشه برای ما یک تست کیسی باشه ببخشید برای ما که ببینیم در آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد اگر همچین رفتاری رو از نرخ بیکاری ببینیم اما روز چهارشنبه تعیین نرخ بهره داریم بازار 100 درصد مطمئن هستش که نرخ بهره تغییر نخواهد کرد پس احتمالا خود تعیین نرخ بهره خیلی اتفاق بزرگی برای بازار نباشه اما استیتمنتی که از FOMC منتشر خواهد شد و صحبت که آقای پاول در روز چهارشنبه خواهند کرد این احتمالا برای ما مهمتر خواهد بود سعی میکنم که روزت زنده در خدمتتون باشم در یوتیوب اما اگر هم نبودم در هفته نامی آینده بیشتر با هم بررسیش خواهیم کرد از فرانک و سوئیس ما سی پی آی ماه به ماه رو داریم همون روز چهارشنبه البته شبش یعنی 12 ساعت بعد از دوستان فد سی پی ماه به ماه رو خواهیم داشت که پیش بینی ها یک درصد هستش خیلی چیز خاصی نیستش اما چیزهای مهمتر در روز جمعه اتفاق خواهد افتاد و اون نان فارم پی و آن امپلویمنت ریت نرخ بیکاری در آمریکا هستش همونطور که الان اینجا میتونید ببینید نرخ بیکاری در آمریکا هنوز فلت لاین هستش هنوز صاف صاف هستش هنوز شروع به بالا رفتن نکرده اون جایی که شروع به بالا رفتن بکنه جایی هستش که فد شروع به نگران شدن میکنه و مجبور که کمی آسان تر به بازار نگاه بکنه اما تا موقعی که اون اتفاق نیفتاده فعلا اولویت فد مهار تورمی هستش که دیدیم که وجود دارد در پی سی هفته گذشته دیدیم که وجود دارد و خب این طبیعتا روی بازارهای ریسکی فشار آورده میاره و باز هم خواهد آورد بسیار عالی خب پس این از تحلیل اخبار و اوضاع فاندامنتال بریم یک سر کوتاهی به آنچین بزنیم اول از منپول شروع بکنیم و ببینیم که بعد از این دوران پورتالوزومی که ما در حوالی هاوینگ داشتیم که تراکنش های با کارماس بسیار بسیار بالا در منپول وجود داشت الان همه چیز تقریبا آروم شده و الان میتونید که با حدود کمتر از دو دلار تراکنش هاتون رو روی شبکه بیت کوین لایه یک انجام بدیم و این خب چیزی بود که انتظار میرفت که اتفاق بیفته من یک عکس خیلی جالب دارم اینجا میخوام یکم صحبت کنیم این مجموعه عکس‌ها رو قبلا دیده باشیم که میگن مردان قوی روزان روزهای خوبی رو به در واقع به وجود میارن روزهای خوب مردان ضعیف رو به وجود میارن و مردان ضعیف باعث میشن که روزهای بدی باشه و روزهای بد مردان قوی و این سایکل تکرار میشه اما این داستان راجع به منپول هم وجود داره میگه که فی و تراکنش هزینه ها، تراکنش های بالا باعث میشه که همه به صورت بهینه از فضای بلاک استفاده بکنن وقتی همه به صورت بهینه از فضای بلاک استفاده میکنن هزینه تراکنش و کارمز تراکنش ها پایین میاد وقتی کارمز تراکنش پایین میاد همه شروع میکنن از بلا... از فضای بلاک استفاده کردن به روش هایی که اونقدر بهینه نیست مثالش اوردینال ها و چیزهای شبیه آنها و این کار باعث چی میشه باعث این میشه که وقتی غیر بهینه از فضای بلاک استفاده میکنن باعث میشه که هزینه ها بالا بره و این داستان تکرار میشه خلاصه چیزی که میخوام بگم اینه که نترسین از اتفاقات این چنینی که میفته در روی شبکه بارها بارها شاید بار افتاده توی این ده سال اخیر که هزینه های کارمزد بالا رفته پایین اومده بعضی موقع خیلی پایین میاد از موقع خیلی بالا میره ولی خب سیستم شبکه دیزاین شده برای اینکه بتونه خودش رو برگردونه و متعادل بکنه و میگم این محدود به شبکه بیت کوین نیستش در زندگی هم همین هستش وقتی ما یک دارایی محدود داریم که در این مثال فضای یک بلاک بیت کوین هستش بالاخره اون چی میگن خوشحالی ها و سقوط ها رو خواهیم داشت همونطور که روی قیمت ها داریم روی تلاش برای استفاده از کار ها هم داریم و این خب جزئی از اون در واقع سایکولوژی و روانشناسی انسان ها هستش و قابل تغییر نیستش بسیار عالی خب از منپول بیایم بیرون بریم یک سری بزنیم به نقاط لیکویدیشن ها در قسمت تکنیکال بیشتر صحبت خواهیم کرد اما این هفته هفته منفی بود برای بیت کوین اینجوری همونطور که انتظار داشتیم این رنجی که گفتیم وجود داره این در که با سرعت خیلی آرومی داره به سمت پایین حرکت میکنه و اجاره اون مینی بر مارکتی هستش که ما از ابتدای امسال منتظرش بوده میدونستیم یک جایی در در اواسط امسال اتفاق خواهد افتاد و به نظر میرسه که داره این اینطور میشود اما دو تا نقطه لیکویدیشن خیلی بزرگ میبینیم بالای سرمون یکی در 67500 دلار هستش که بوده دو, دو میلیارد دلار لیکویدیشن وجود داره و خیلی بزرگتر از اون در 75000 دلار 75000 دلار که 3 و 6 همه میلیارد دلار لیکویدیشن اونجا هستش و اینها نقاطی هستن که احتمال برخورد سری بهشون وجود داره من خیلی بعید میدونم که از اینجا قرار باشه بخوایم بریم بالا اون روند قدرتمندی که تا از ابتدای امسال حتی در سال 2023 داشتیم رو بخوایم تکرار بکنیم به هر حال بازار حرکت بسیار بزرگی کرده و طبیعی هستش این تنفس و اتف... نه تنها طبیعی هستش بلکه خیلی خیلی حتی, حتی لازم هستش این تنفس برای اینکه ما بتونیم یک چارت منطقی داشته باشیم اما از اون طرف کجا حمایت هامون هستش همونطور که هفته های گذشته صحبت کردیم بودیم در 50000 دلار یک مقدار قابل توجه لیکویدیتی وجود داره و اینجا میتونه که این نقدینگی میتونه که به ما کمک بکنه که یک کفی اینجا پیدا بکنیم که همراه هستش با این ناحیه ای که در سمت چپ میتونیم ببینیم روی آنچین یکم بیشتر روی تکنیکال ذره بیشتر با هم صحبت میکنیم اما از آنچین به شورت ترم سوپیار اگر بپردازیم میتونیم ببینیم که خودشو برگردون زیر یک اونطور که صحبت کردیم بودیم یک دیلی وجود داره بخاطر اینکه میانگین هفت روزه رو داریم نگاه میکنیم اما خودش رو برگردون زیر یک فعلا برگشته بالا اما روند نزولی کاملا مشهود هستش این روند نزولی چیزی نیستش که بشه انکارش کرد و خب این دوباره خبر از عدم اطمینان تریدرهای اسپاس داره میده برای خرید به خاطر همین روند نزولی که وجود داره اما در مورد در واقع فیوچرز ها هم همین هستش میتونیم ببینیم که اوپن اینترست به شدت پایین هستش بعد اتفاقی که در 14 آپریل افتاد بعد از اون ریزش در 14 آپریل دیگه اوپن اینترست نتونست خودش رو برگردونه و با اینکه فاندینگ ریت کم کم مثبت هستش مثبت منفی جابجا میشه کم کم اونقدر مثبت نیستش که قبل از 14 آپریل بوده اینجا میتونیم مقایسه بکنیم سایزش رو برایشون نشون میده که کماکان ریتیل و خرد سرمایه‌گذاران و تریدرهای خرد میترسن از اینکه وارد بازار بشن به طور جدی و چه در اثبات و چه در, آن... چه در بازار فیوچرز این موضوع رو میتونیم که ببینیم نگاهی میندازیم به تکنیکال ها تا این موضوع رو بهتر با هم بررسی کنیم خب همونطور که گفتم این هفته هفته قرمزی بود این چند کندلی که اینجا داریم میبینیم هفته قرمزی بود این هفته و داریم به انتهای ماه هم نزدیک میشیم از طرفی و میتونیم ببینیم که کماکان این چنل یه جورایی بهش احترام گذاشته شده این چنلی ازش که من انتظار دارم تا یه مدت قابل توجهی توش فعلا زمان سپری کنیم ممکنه خیلی سریع بخوایم بیایم سر بزنیم به پایین چنل ممکنه که بخوایم یه سری به بالاش بزنیم شاید حتی یک شکست کوچیک بالاش داشته باشیم ولی میگم به شخص من انتظار ندارم که بخوایم این روندی که اینجا طی کردیم رو بخوایم الان خیلی سریع ادامه بدیم یک تصیح زمانی و یا قیمتی نیاز هستش که میگم چارت بیت کوین رو قابل دیدن بکنه زیبا بکنه اما چی سر راهمون داریم میگم مهمترین قسمتی که من دارم بهش نگاه میکنم روی چارت روی همین هلوش 50000 تا 52000 هستش این در واقع گرهی که اینجا به وجود اومد و البته پایین تر هم طبیعتا هر بریم ساپورت زیاد هستش بالاخره در این روند قدرتمندی که رفتیم بالا ساپورت های زیادی رو پشت سر گذاشتیم ولی بله خب این یکی از اصلی ترین ساپورت ها هستش و بعدش شاید 45 هزار تا به نظر من یک کمی دور از دسترس 45 هزار تا ولی 50 هزار تا 52 هزار تا اصلا عدد عجیب و غریبی نیستش دقت کنید من دارم نمیگم که میریزه بیت کوین تا 50 هزار تا بود بفروشین خواهشن اشبا... اشتباه برداشت نکنید کلام کلمه به کلمه حرف رو درست بشنوید خواهش میکنم ازتون و میدونم که 99 درصدتون دوباره این کار رو میکنید اما برای اون یک درصد دارم خیز میکنم خب دیگه چی داریم که بهش نگاه بکنیم پس این خط روند قرمز رنگ رو داریم و برخوردش با این در واقع کانال نزولی میتونه که خیلی خیلی جالب باشه یک حرکت این شکلی تا شاید عواسط جون تا حتی شاید بشه گفت جولای بتونه حرکت منطقی باشه برامون موقع جو بیشتر میتونیم راجع تصمیم بگیریم اما یک چیزی که یه کمی با این نراتیو با این داستان شاید در نمیگم در تضاد هستش اما متفاوت هستش و نیاز هستش که شکسته بشه شکسته شدن این خط روند قرمز رنگ در OBV هستش شکست این خط روند قرمز رنگ خیلی مطمئنتر میکنه ما رو به شروع اون برمارکت یا مینی بر مارکت حداقل و من معتقدم که اتفاق بالاخره خواهد افتاد چه با صرفا گذشت زمان اگر هیچ اتفاقی نیفته روی بی او بی, بی شک... گذشت زمان بازی شکست این خط روند میشه یا دو تا کندل قرمز بزرگ و با حجم قابل توجه کافی که ما رو بکشونه زیر این خط اگر شروع کنیم از اینجا برگشتن این موقع اوضاع فرق میکنه و دوباره باید با هم بشینیم و بررسی بکنیم که چه اتفاقی در حال افتادن هستش بسیار عالی این نگاه من هستش یک سوال دیگه ای هم که بعضا توی کامنت ها و مسیج ها میبینم گفتم هم بهش برس... بپردازم دوستان میپرسن که آقا به نظر شما در این سایکل این اوج سایکلمون بود یا نه نظر من اصلا اینطور نیستش خیلی فاصله داریم تا اینکه بخوایم به اون فاز بول مارکت اصلی برسیم به نظر اون چیزی که دیدیم این مینی بر مارکت بود اینکه چرا بزرگه رو قبلا صحبت کردیم در مقایسهش با نفت و صحبت کردیم که چرا انقدر گونده بودیم مینی ب... مینی بول مارکتمون اما کماکان معتقدم که این مینی بول مارکت هستش و بول مارکت اصلی هنوز با ما فاصله داره بیش از چند ماه با ما فاصله داره و احتمالا اون اوج اون قله داستان رو نزدیکتر به انتهای 2024 یا حتی در اوایل سال 2025 ببینیم پیش بینی من هستش فعلا چیزی نیستش که روش بخواید ترید بکنید صرفا نظر شخصی من هستش اما نگاهی بندازیم به سایر بازارها نگاهی بندازیم به بازار بورس آمریکا هفته پیش گفته بودیم که یک جهش گربه مرده یا دد بانس رو پیش بینی می‌کنیم و دقیقا همین اتفاق هم افتاد از شروع هفته ما حرکت به سمت بالا رو داشتیم و میتونیم ببینیم که با یک نگاه خیلی سریع به اوبیوی میشه دید که این حرکت اون حرکت قدرتمندی نیستش که شاید توی رسانه ها ببینین یا نشون داده بشه ما مقاومت خیلی خیلی جدی اینجا روبرو هستین در OBV و در قیمت و ممکنه که حتی یه ذره بالاتر هم برگردی ممکنه با این مقاومت جای برگشت به سمت پایینمون باشه اما روند نزولی وجود داره این کار پذیر نیستش حواستون به سهام هاتون باشه مگر اینکه در سرمایه طولانی مدت کردین یا سرمایه هایی کردین که در دیویدند میدن بهتون اونا داستانشون فرق میکنه اما اگر که ترید دارین می‌کنیم بازار بورس رو احتمال روند نزولی به نظرم اینجا خیلی خیلی بیشتر است روند سعودی هستش با وضعیت فعلی که مشاهده میشه اما اگه بخوایم بریم سری به بقیه یک بازار کریپتو بزنیم اتریوم به بیت کوین از این کفی که اینجا وجود داشت تونست که این کندل سبزش رو بزنه کام دو هفته پیش بود که صحبت کرده بودیم که آقا اینجا یه نقطه حساب خوب وجود داره برای ما و میتونه که یک تریدی باشه کما کان سریدی نیستش که من دوست داشته باشم بگیرم میگم تو فازی نیستیم که تو فازی از سایکل بیت کوین نیستیم که بخوایم دنبال آلت سیزن باشیم و یا قدرت گرفتن قابل توجه اتریوم باشیم اما اگر که دنبال میکنید و دلیلی دارید میگم اینجا جایی بود که ترید خوبی میشد گرفت مستقل از اینکه ترید مناسب یا منا... نامناسبی بود ترید خوبی بود از این لحاظ که نقطه استاف مشخص و تارگت مشخص داشت تریدی نبود که من گرفته باشم اما تغییر روند به نظر نمیاد هنوز که تغییر روند جدی باشه صبر میکنیم هفته دیگه احتمالا بیشتر بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم اگر که بتونه برگرده و یک حمایت قابل توجه مثلا در سف مایز پنج پیدا بکنه شاید بشه گفتش که روند در حال شکل گرفتن هستش و الا کماکان چیز اصلی که من تو این چارت میبینم کماکان این سایکلی این رنجی هستش که از که از اکتبر پارسال داخلش بودیم و هستیم اما بریم یک سر سری هم به جفت ها بزنیم جفت ارزی که توی این شاید دو سه ماه اخیر با هم بررسی کردیم و من دیگه نمی‌خوام روش صحبت بکنم یورو به دلار نیوزیلند هستش یک کمی بیش از حد مونده به شخص من تریدم رو با هم صحبت کرده بودیم که چند جای مختلف توی اینجا بستیم ذره ذره و اون باقی مونده آخریش رو هم من میخوام که ببندم این هفته پس تریدی که دیگه راجع بهش صحبت نمی‌کنیم ترید خوبی بود از ریسک به ریوارد یک به سه تا ریسک به ریوارد یک به شیش به ماتر خروجی داد که فوق است برای ترید فارکس امیدوارم که همراهی کرده باشیم ولی خب من دیگه صحبت نمی کنم راجعش که بخوام شاید جدیدی روش بگیریم اما سه تا جو فرض دیگر رو این هفته من زیر نظر دارم یکیش یورو به دلار کانادا هستش یورو به دلار کانادا مدت قابل توجهی هستش تقریبا از ابتدای 2024 توی این رنج خیلی کوچیک گیر افتاده و من معتقدم که میتونه یک شکست قابل توجه داشته باشه شاید این هفته نه شاید هفته بعدش نه شاید هفته بعدش, شاید هفته بعدش نمیدونم ولی خب چیزی که الان توی واش به عنوان علامت دار گذاشته شده و شکست از هر یک بودم از این دو طرف میتونه که خیلی جالب باشه ترجیح هم بر شکست برم به سمت پایین هستش به خاطر روند بزرگتری که در سال 2021 به این ور داشتیم اما اگر عقب بیایم میتونیم که خیلی روند مشخصی اینجا وجود نداره و شاید حتی بشه از این ناحیه به عنوان یک شکست این خط روند و تست نام برد و خب اینطوری میتونه روند سعودی جالب تر باشه بس همون. هیچ بایاسی به هیچ سمتی نداریم سب میکنیم ببینیم که چی اتفاق میفته و به همراهش پیش خواهیم رفت اما پوند به دلار استرالیا جو فرد دیگه ای هستش که دارم بهش نگاه میکنم خط روند رو اینجا داریم میبینیم دقیقا روی خط روند هستیم یک کمی از لحاظ در واقع حمایت افقی زیر پامون سست هستش زیر پامون اینجا خیلی سفتر خواهد بود روی یک ممایز نود ببینیم که چه خواهد شد دوباره پریمتیو دوستان عمل نکنین همین الان اردر خرید بذارم از اینجا میره بالا نه چون خط روند اینجاست نه اولا این خط روند دقیق نیستش دو آن چیزی که مهمتر هستش کمی از خط روند استفاده از این در واقع حمایت های افقی هستش که میگم در یک ممایز نود خیلی برای من جذاب تر خواهد بود پس این جو فرض دیگه که مد نظرم هست دو فرض آخر دلار نیوزیلند دلار کانادا خط روند رو دوباره اینجا داریم میبینیم دوباره این در واقع جفرزی هستش که روندهای نزولیش معمولا قدرتمندتر بوده شکست از اینجا میتونه جالب باشه اما کماکان به این خط روند کوتاه مدتتر اگر نگاه بکنیم شکست از بالای این خط روند هم میتونه حداقل تا بالای این رنج ما رو ببره که اون هم جالبه بالاخره این سه جو ارزی که گفتم کدوم توش ترید نیستش به طور خاص اما ستاپ های جالبی هستن که میخوایم دنبال بکنیم حداقل ستاپ هایی که من مد نظرم دارم امروز صحبتی در مورد بازار بورس نداریم ممنونم که تا به کار همراه ما بودین امیدوارم که هفته خوبی پیش روتون داشته باشین برنده مسابقه هم فراموش نکنید که برای من ایمیل بفرستید ممنون از شما و تا دیداری بعد خدا نگهدارتون باش